عربا غذاهای دم دستی خیلی باحالی دارن، حالت مثلا عصرونه پیش غذا خیلی باحال، خیلی کم هزینه. ببین من با انقدر گوش، ببین چقدر اندازه مثلا 3-4 نفر آدم عرایس درست کردم. سلام، خیلی مخلصیم. امروز میخواییم با هم دیگه یه ساندویچ عربی درست کنیم به اسم عرایس که خیلی محبوب میون عرب ها و واقعا ساده و خوشمزه است. فقط کافیه از این نونای پیتا یا خودت درست کن یا آماده شب بیرون بخر بذار همیشه تو فریزرت باشه، چون این نون پیتا تدیگش هم خیلی خوب میشه، من همیشه تو فریزر دارم. خب بریم سراغ کار. خیلی راحته. ببین یه دونه از این میکسرها، حالا چه برقی چه دستی، من دستیشو دارم، ور میداری جعفری میریزی داخل، سیر میریزی داخل به همراه، اگه از این پیاز قرمزا بریزی خیلی باحالتر میشه، به همراه فیله گوجه، یعنی گوجه پوسکنده، یه مقدار نمک، یه مقدار فلفل سیاه، ادویه ها، پاپریکا، پودر سیر، زیره، یه خورده بهش اضافه میکنی، به همراه یه مقدار ادویه عربی یا کاری هم میتونی بهش اضافه بکنی، اگه نداشتی هم مهم نیست. خب من یه خورده سماقم اینجا داخلش میزنم که باحال میشه ترکیبش. همین، تمام. اینو میذاریم اینجا، اینو میچرخونیم تا همه اینا با هم خورد بشه. تمام. اینجا من گوشت چرخ کرده دارم، اینا رو میریزم روی گوشت چرخ کرده، با گوشت چرخ کرده اینو ترکیبش میکنم، خیلی باحاله. یه ساندویچ یا یه به قول معروف میتونه به عنوان پیش غذای خیلی باحال باشه، خیلی سریع، حتی تو خونه مجردی هم میشه خیلی راحت درستش کرد، دیگه انقدر تکراری درست نکنی. خب اینو خوب همش بزنید تا یه دست بشه. یه دست که شد یه نیم ساعت بذارش یخچال که این طعما قشنگ به خورد هم دیگه بره. نون پیتا رو هم میتونید آماده از بیرون بخرید، هم میتونید خودتون درست کنید، خیلی راحته. یه برش به علاوه میزنید، هر نون رو 4 قسمت میکنید، بعد بینش رو باز میکنید، این مایه عرایس رو میمالید داخلش. فقط نکتهش اینه که باید این مایه عرایستون خیلی نازک باشه، چون گوشتش خامه و در واقع با درست کردنش توی تابس که میپزه. این غذا یه اصالت فلسطینی داره، فلسطینی عربی داره و خیلی پرطرفدار و خیلی هم با حرارت ملایم میذاریمش توی تابه بپزه. عربا غذاهای دم دستی خیلی باحالی دارن، حالت مثلا عصرونه پیش غذا خیلی باحال، خیلی کم هزینه. ببین من با انقدر گوش، ببین چقدر اندازه مثلا 3-4 نفر آدم عرایس درست کردم که بخورن حال کنن، میتونه بساطه یه دونه گپ خیلی باحال باشه. بریم سراغ پیاز جعفریش. یه خورده پیازا رو اینجوری با دست باز بکنید، جعفری یه مقدار، یه مقدارم سماق. به به چه شود. اینا رو میاریم اینجا، اینجا رو ببین، عرایس ببین خوشگل میذارم. ناکنید من گذاشتم روی یه دونه سبد که یه خورده خنک بشه، رو هم نریزید که این بخواد به قول معروف نرم بشه، باید یه خورده حالت اون هم یه نیمچه نرمی داشته باشه هم یه نیمچه تردی داشته باشه. کنارش چند تا گوجه گیلاسی، یه دونه ترکیب دو فلفله. تقدیم شما یه غذای عربی راحت متفاوت جدید فوق‌العاده خوشمزه تند سری. بپرو رو درستش کن، لایک و کامنت یادت نره، حتما کامنت بذار، ویدیوها رو سیو کنید، لایک فراموش نشه. مخلص.